میخوام بدونم برای چی بچه من مگه برای چی رفت؟ فقط برای اون رأیی که داده بوده اعتراضی داشته، حالا هرچی بوده یه بچه 19 ساله که کنکور داشته یک دونه از آرزوهاش برآورده نشده، به دست چه کسانی، به دستور چه کسانی و برای چی آخه؟ مگه این بچه از این مرد از شورای شهر میپرسم چه خواسته؟ از دولت چی خواسته؟ از مملکت چی خواسته؟ غیر از اینکه ما فقط آسایش، آرامش و یک آزادی اندیشه، این مهمه که بچه من فکر میکنه به چه کسی داره رأی میده و اون رأیش کجا میره. هیچ چیز دیگه نخواسته، فقط به خاطر اینکه طرفدار آقای موسوی بوده باید کشته بشه. به چه جرمی؟ به کدامین گناه؟ حوادث تلخ و تأسف‌بار پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری و تبعات و پیامدهای این حوادث از زوایای مختلفی قابل بحث و بررسی است. در این میان ماجرای ضرب و جرح تعدادی از بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک به گونه ای تأسف‌بار و تعلم برانگیز بود که کام مردم و رهبر انقلاب را به کلی تلخ کرد. بازداشتگاه کهریزک در واقع نام پادگانی است در یکی از مناطق بیابانی جنوب تهران. در این پادگان چندین سوله وجود دارد که در سالهای اخیر برای نگهداری اراذل و اوباش از آنها استفاده می شد. روز 18 تیر در آشوبهای تهران تعدادی دستگیر و در روندی غیر قابل قبول به کهریزک منتقل. Roussier! 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 Rouss
مهد بیداد بیمیسه از فصل سوم قانون اساسی حقوق ملت در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد و بر اساس ماده 385 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور کیفری در کلیه امور جزایی طرفین دعوا می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی کنند و در جلسه امروز وکلای تعیینی متهمین که پرونده ها را مطالعه و متهمین نیز ملاقات داشتند حضور دارند. یعنی به جای اینکه تقلب به عنوان یک نگاه کاملا فنی در انتخابات باشه تبدیل شد به اسم رمز یک نوع شورشی که توی اون سازماندهی آرا وجود داشت، توی اون فعال شدن نیروها وجود داشت، لشکرسازی برای تقلب وجود داشت در حالی که تقلب لشکرسازی احتیاج نداشت، تمرین پهن شدن مردم توی خیابونها برای اولین بار در ایران شکل گرفت. سی چیزم من شرکت کردم، در راهپیمایی هم شرکت کردم، صادقانه اینجا دارم میگم
کار بدی کردم شرکت کردم، اما قصدم واقعا متفاوت بود با کمه کسانی که شرکت کرده بودن اونجا. جناب آقای کروبی به من گفتن که ما با این رأیی که داریم که نمیتونیم بیام افراد رو دعوت کنیم برای شرکت در انتخابات. آقای مهندس موسوی از ما خواستن و دعوت کردن که بیاید شرکت کنیم. ما تنها جاییه که میتونیم بریم اونجا، لااقل ما هم یک مثلا دیدگاه اعتراضی اون رو بتونیم مطرح کنیم. ولی متفاوت بود. اما در این حال هم نمیخوام بگم که معنای این اینه که من کار خوبی کردم رفتم اونجا. من هم عذرخواهی میکنم از این رفتن به یک مرکز غیر قانونی.